سنی های تندروی طالبان در افغانستان دور جدید از فشارها بر شیعیان هزار در مناطق مختلف این کشور را آغاز کردند فشارهایی که عامل اصلی آن تبعیض قومی و مذهبی و در راستای سیاست سرکوب و حذف است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. فشارها بر شییان هزار در افغانستان از زمان تسلط سنی های تندرو طالبان بر این کشور به گونه های مختلف ادامه داشته است. این مردم در بخش های مختلف افغانستان از سوی طالبان مجبور به کوچه اجباری شده و در شماری از مناطق زمین های اجدادی آنها از سوی نیروهای طالبان اشغال شده است. میتوان گفت که سیاست طالبان در قبال شیعیان هزاره افغانستان در یک سال و چند ماه گذشته روی محورهای قصب زمین کوچ اجباری، سرکوب و حذف چرخیده است. این چهار عنصر ویژگی های سیاست بسیاری از حاکمان افغانستان علیه شیعیان هزاره در تاریخ معاصر این کشور بوده، اما پس از عبدالرحمن خان طالبان آن را به شدیدترین نحو اعمال کردند. طالبان در دور اول حاکمیت خود نیز علیه شیعیان هزاره موضع سرکوبگرانه داشت و اکنون با وجود شعارهای زیادی مبنی بر تغییر طالبان سیاست این گروه در قبال هزاره افغانستان هیچ گونه تغییری نکرده و تداوم همان روی کرده 20 سال پیش است. حدود یک هفته از یورش صدها نیروی طالبان به شهرستان حسه دوم بهسود استان میدان وردک میگذرد. اما هنوز فشار و ضرب و شتم و شکنجه غیر نظامیان توسط نیروهای طالبان در این شهرستان ادامه دارد. بر اساس گزارش منابع محلی طالبان از روزی که به روستاهای تکتو و آبلیس شهرستان حسه دوم به سودیارش بردن دست کم یک نفر را تیر کردند و چندین خانه را آتش زدند. منابع محلی میگویند که بعد از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد نیروهای طالبان یک بار دیگر به شماری از روستاهای شهرستان بلخاب استان سرپل بازگشتند و اقدام به کوش دادن شماری از خانواده ها کردن. بر اساس گزارش منابع محلی نیروهای طالبان در روزهای اخیر وارد روستاهای در شاخدار، زوج و دهم باخ شدند و خانه های ساکنان محل را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. طالبان گفتند که شماری از نیروهای مقاومتگر قصد دارند که از این منطقه بالای مرکز و شهرستان بلخاب حمله کنند و به همین دلیل به این روستاها نیرو فرستادن. علاوه بر این نیروهای طالبان در این روستاها دستور تخلیه مراکز سهی را صادر کردند تا این مراکز به پایگاه نظامی تبدیل شود. علی اکبری اخبار شیعه